خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون. بفرمایید، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. خداوند متعال را سپاسگزاریم که یک نوبت دیگر به ما فرصت داد، مجال داد، عمر داد تا بتوانیم در یک چنین روزی از امام عزیزمون تجلیل کنیم و به اون بزرگوار عرض ارادت و اخلاص کنیم. اگرچه یاد امام در میان ملت ما همواره زنده است، ولی روز 14 خرداد مظهر دلبستگی ملت ایران به امام بزرگوار است. امسال این روزها مصادف است با سالگرد شهادت جد بزرگوار اماممون حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام. همچنین امسال مصادف است با 50 سال حادثه تعیین کننده و مهم 15 خرداد در سال 1342. مسئله 15 خرداد مسئله مهمی است و مقطع مهمی است. من مختصرا در این باره عرایزی عرض می کنم تا برسیم به مطالب اصلی و لازم. 15 خرداد مبدع نهضت بزرگ روحانیت و مردم نیست. قبل از 15 خرداد در سال 1341 و آغاز سال 1342 قضایای مهمی اتفاق افتاد. در 2 فروردین 42 حادثه مدرسه فیضیه پیش آمد و ضرب و جرح طلاب علوم دینی و اهانت به مرجع عالی قدر مرحوم آیت الله گلپایگانی. قبل از آن در اواخر سال 1341 قضایای تظاهرات مردم تهران در بازار تهران، در اونجا هم اهانت به مرجع عالی قدر مرحوم آیت الله حاج سید احمد خونساری. اینها نشان دهنده این است که نهضت روحانیت در سال 41 و آغاز سال 42 به اونچنان اوج و نشاطی رسیده بود که پلیس دستگاه جبار و دستگاه‌های امنیتی برخوردهای خشنی با علما و طلاب و حتی مراجع تقلید داشتند. ولی با این همه
پونزدهم خرداد سال 42 یک مقطع بسیار مهمی است. علت این است که در روز 15 خرداد 42 حادثه‌ای که اتفاق افتاد پیوند مردم با روحانیت را در این سطح خطرناک و حساس نشان داد. در روز عاشورای اون سال که روز 13 خرداد بود، امام بزرگوار در مدرسه فیضیه یک سخنرانی تاریخی تعیین کننده ای کردند. بعد که امام رو دستگیر کردند، در روز 15 خرداد عمدتاً در تهران، همچنین در قم و در بعضی از شهرهای دیگر یک موج حرکت عظیم مردمی به راه افتاد و رژیم طاغوت با همه وجود، با ارتش خود، با پلیس خود، با دستگاه‌های امنیتی خود دست به سرکوب این حرکت مردمی زدند. یک قیام مردمی به وجود آمد. این نشان دهنده این بود که مردم ایران، آحاد ملت، با روحانیت، با مرجعیت که مظهر اون امام بزرگوار بود، یک چنین پیوند مستحکمی دارند. و نکته اینجاست که همین پیوند است که ضامن پیشرفت نهضت، اوج نهضت و پیروزی نهضت می شود. هر جا یک حرکتی، یک نهضتی به مردم متکی بود، مردم با اون همراه شدند، این نهضت قابل ادامه است. اما اگر مردم پیوند نخوردند با یک حرکت اعتراضی، ناکام خواهد ماند. کما اینکه بعد از حادثه مشروطه در ایران قضایای اتفاق افتاد، مبارزاتی شروع شد، هم از طرف گروه‌های چپ، هم از طرف گروه‌های ملی، اما همه اینها در طول تاریخ نهضت‌های ایران سرنوشتشون شکست و ناکامی بود، چون مردم با اینها نبودند. وقتی مردم وارد میدان می‌شوند، پشتوانه یک نهضت احساسات مردم، اندیشه مردم، حضور مردم می شود، اون نهضت قابل ادامه است و پیروزی برای اون نهضت رقم می خورد. حادثه 15 خرداد این مطلب رو نشون داد. نشون داد که مردم پشت سر روحانیتن. با دستگیری امام بزرگوار اونچنان قیامتی در تهران و در برخی از شهرهای دیگر به راه افتاد که دستگاه رو وارد میدان کرد و سرکوب وحشیانه‌ای کردند. تعداد نامعلومی بسیار زیاد از مردم کشته شدند. این خیابان‌های تهران با خون بندگان خدا و مؤمنان و جوانان سلحشور این ملت رنگین شد. در 15 خرداد چهره خشن دیکتاتور، چهره بیرحم رژیم طاغوت کاملا خود رو نشان داد. اما نکته دیگری که در قضیه 15 خرداد هست، که این رو جوانهای ما، مردم عزیز ما به این نکات باید توجه بکنند، اینها مهم است. نکته این بود که در مقابل این کشتار بیرحمانه‌ای که
در تهران و برخی نقاط دیگر به وجود آمد، هیچ نهادی از نهادهای دنیا، از این سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر زبان به اعتراض نگشودند، هیچ کس اعتراض نکرد. مردم و روحانیت در صحنه تنها موندند. مارکسیست ها و دولت های چپ و گروه های چپ، حتی حرکت مردم در 15 خرداد را محکوم کردند، گفتن این یک حرکت فئودالیستی بود. ملیگراهایی که دم از مبارزه می زدند، اونها هم این حرکت رو محکوم کردن، گفتن یک حرکت کور و بی هدف بود، یک حرکت افراطی بود. هر جایی که مردمان عافیت طلب، راحت طلب در وسط میدان مبارزه جایی برای خود باز نمی کنند و خطر پذیری نمی کنند، انسانهای مؤمن و مبارز رو به تندی و افراطیگری متهم می کنند. گفتن اینها افراطی بودند، یک حرکت افراطی بود. امام به پشتوانه این مردم تنها موند در میدان، اما به معنای حقیقی کلمه یک رهبر آسمانی و معنوی قاطع و مصمم رو در چهره خود به همه مردم و به تاریخ نشان داد. سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت که همین سه باور به او قاطعیت میداد، شجاعت میداد و استقامت میداد. باور به خدا، باور به مردم و باور به خود. این سه باور در وجود امام، در تصمیم امام، در همه حرکت‌های امام خود رو به معنای واقعی کلمه نشان داد. با دل خود با مردم حرف زد، مردم هم با جان خود به او لبیک گفتند، به وسط میدان آمدند و مردانه ایستادند و حرکتی که از هیچ نقطه‌ای از دنیا نسبت به آن نگاه محبت آمیزی وجود نداشت و دست کمکی دراز نشد، این حرکت به تدریج به سمت پیروزی حرکت کرد و در نهایت به پیروزی رسید. من این سه باوری رو که در امام وجود داشت اندکی باز کنم. اینها مطالب مهمی است که در دل ما اگر چنانچه جایی باز کند مسیر حرکت ما رو روشن خواهد کرد. در باور به خدا امام مصداق این آیه شریفه بود: الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل را امام با همه وجود ادا می کرد و از بن دندان به آن معتقد بود.
به خدای متعال اعتماد داشت، به وعده الهی یقین داشت، برای خدا حرکت کرد و کار کرد و حرف زد و اقدام کرد و میدانست که ان تنصر الله ينصركم وعده الهی است و حتمی و تخلف ناپذیر است. در باور به مردم امام بزرگوار ملت ایران رو به معنای حقیقی کلمه می شناخت. امام اعتقاد داشت که این ملت ملتی است با ایمان عمیق، با هوش و شجاع که اگر پیشوایان لایقی در میان آنها پیدا بشوند، این ملت میتواند مثل خورشید در میدانهای مختلف بدرخشد. امام این را قبول داشت. اگر یک روز یک عنصر نالایقی مثل شاه سلطان حسین موجب شد که ملت ایران در لاک خود فرو بروند، اما در روز دیگری یک مرد شجاعی مثل نادر قلی بدون اون القاب و عناوین وقتی در میان مردم ظاهر می شود و با شجاعت پیشوایی مردم را به عهده می گیرد، این ملت می تواند میدان حرکت افتخار آمیز خود را از دهلی تا دریای سیاه گسترش بدهد. این را امام در تاریخ دیده بود، نظائر اون را مشاهده کرده بود و اعتقاد و ایمان به این مطلب داشت. ملت ایران را می شناخت، به ملت ایران اعتماد داشت. ایمان عمیق مردم را که در زیر اندودهای ساخته و پرداخته دنیا طلبان مخفی و پنهان شده بود، امام بزرگوار این ایمان عمیق تغییر ناپذیر را شکوفا کرد، غیرت دینی مردم را برانگیخت و ملت ایران الگوی استقامت و بصیرت شد. مردم در چشم امام بزرگوار عزیزترین بودند، دشمنان مردم منفورترین بودند. اینی که شما ملاحظه میکنید که امام در مقابله با قدرت‌های سلطه‌گر لحظه ای از پا ننشست، به خاطر عمدتاً به خاطر همین بود که قدرت‌های سلطه‌گر دشمن مردم، دشمن سعادت مردم بودند و امام دشمن مردم را دشمن می‌داشت. در باور به خود، اعتماد به نفس، امام به مردم ایران ما می‌توانیم را تعلیم داد. اما قبل از آنی که ما میتوانیم را امام به مردم ایران تلقین کند و تعلیم بدهد، ما میتوانیم را در خود او، در وجود خود زنده کرد، اعتقاد خود را به توانایی شخصیتی خود به معنای حقیقی کلمه به مظهر بروز و ظهور رساند. در روز عاشورای سال 42 در عین غربت در میان طلاب و مردم قم در مدرسه فیضیه، محمد رضا شاه را که با اتکای آمریکا و قدرت‌های خارجی به طور بی قید و شرطی و بی مهاری بر کشور
حکومت میکرد امام او رو تهدید کرد. در روز عاشورا امام تهدید کرد که اگر این جور حرکت کنی، این راه رو ادامه بدی، من به مردم ایران خواهم گفت تو را از ایران بیرون کنند. اینو کی میگه؟ یک روحانی ساکن در قم، بدون سلاح، بدون تجهیزات، بدون پول، بدون پشتوانه بین المللی، فقط به اتکاء ایمان به خدا و اعتماد به نفس که میتواند در این میدان بایستد. اون روزی که امام از تبعید برگشت در همین بهشت زهرا، امام دولت بختیار رو تهدید کرد، با صدای بلند گفت من توی دهن دولت بختیار میزنم، من دولت تعیین میکنم. این اعتماد به نفس بود، به خود و به نیروی خود و به ایمان خود و به توانایی های خود ایمان داشت و باور داشت. همین باور به خود در عمل امام، در گفتار امام، به ملت ایران منتقل شد. عزیزان من، 100 سال به ما ملت ایران تلقین کرده بودند که شما نمیتوانید کشورتون رو اداره کنید، نمیتوانید عزت به دست بیارید، نمیتوانید ساخت و ساز کنید، نمیتوانید در میدان علم حرکت بکنید، نمیتوانید. باورمون شده بود. یکی از ابزارهای مؤثر دشمنان برای تسلط بر ملتها همین تلقین نمیتوانید است، که ملتها مایوس بشن، بگن ما که نمیتوانیم کاری بکنیم. با این ترفند 100 سال ملت ایران در میدانهای سیاست، علم، اقتصاد و همه میدانهای زندگی عقب افتاد. امام مطلب رو برگردوند، این ابزار تسلط ابرقدرتها رو از دست اونها گرفت، به ملت ایران گفت شما میتوانید، شجاعت رو به ما برگردوند، تصمیم و قاطعیت رو برگردوند، اعتماد به نفس رو به ما برگردوند. ما ملت ایران احساس کردیم میتوانیم، حرکت کردیم، اقدام کردیم. لذا ملت ایران در همه میدانها، که حالا اشاره ای خواهم کرد، در همه میدانها ملت ایران در این 30 چند سال پیروز شده است. این سه باور در امام، یعنی باور به خدا، باور به مردم، باور به خود، محور همه تصمیم گیری های امام، همه اقدام های او و همه سیاست های او شد. در آغاز نهضت همین سه باور به امام قدرت داد. در دوران تبعید همین جور، در وقتی که امام به پاریس حرکت کرد همین جور، در وقتی آمد به ایران همین سه باور به امام این قدرت را داد که در اون شرایط وارد تهران بشود. در حوادث بهمن 57، در فتنه های داخلی، در اعلام نظام جمهوری اسلامی، در ایستادگی صریح در مقابل نظم ظالمانه جهانی، در اعلام نشرقی نغربی، در جنگ تحمیلی و در همه قضایای اون 10 سال پرحادثه زندگی امام، همین سه باور در امام متجلی بود. منشأ تصمیم امام، منشأ اقدام امام و منشأ سیاست‌های امام همین سه باور بود. تا روزهای آخر زندگی هیچ کس در حرف و عمل امام بزرگوار ما نشانی از افسردگی و تردید و خستگی و وادادگی و تسلیم طلبی نکرد.
بسیاری از ماها، بسیاری از انقلابی‌های دنیا وقتی که از دوران جوانی خارج میشند به پیری میرسند دچار تردید میشوند، دچار محافظه‌کاری میشوند، حتی گاهی حرف‌های اصلی خودشون را هم پس میگیرند. بیانیه‌های امام در سال‌های آخر عمر حتی از سخنان سال 42 امام گاهی انقلابی تر بود، تندتر بود، قوی تر بود. پیر می شد اما دل او جوان بود، روح او زنده بود. این همون استقامتی است که در قرآن کریم می فرماید و لو استقاموا علی الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا. در آیه دیگر می فرماید ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. این سه باور امام رو زنده نگه داشت، جوان نگه داشت. فکر امام و راه امام و طریقه امام را مندگار و ثابت کرد برای این ملت. اون وقت همین سه باور به تدریج در مردم ما، در جوانان ما، در قشرهای گوناگون همگانی شد، امید پیدا شد، اعتماد به نفس پیدا شد، توکل به خدا پیدا شد. اینها جای یأس رو گرفت، جای تاریک نمایی رو گرفت، جای بدبینی رو گرفت. مردم ایران روحیات خودشون رو تغییر دادند. خدای متعال هم وضع آنها رو تغییر داد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ملت ایران راه خود را، حرکت خود را، انگیزه های خود را اصلاح کردند. خدای متعال هم به آنها کمک کرد، به آنها نصرت داد و پشتیبانی کرد. نتیجه چه شد؟ نتیجه اون شد که ایران وابسته تبدیل شد به ایران مستقل. جوانهای عزیز ما از وابستگی رژیم طاغوتی پهلوی که بدتر از رژیم مرتجع روسیاه قاجار بودند، از وابستگی اینها به انگلیس و بعد به آمریکا، چیزهای زیادی هست که باید بدانید. وابستگی اینها به حالت شرم‌آور رسیده بود. بعد از انقلاب یکی از دیپلمات‌های برجسته آمریکا این رو گفت و نوشت، گفت ما بودیم که به شاه میگفتیم شما به فلان چیز احتیاج دارید، به فلان چیز احتیاج ندارید. اونها بودن که میگفتن این رابطه رو باید برقرار کنید، این رابطه رو باید قطع کنید. نفت رو این مقدار تولید کنید، این مقدار بفروشید. به کی بفروشید و به کی نفروشید؟ اداره کشور با سیاست آمریکا، با نقشه آمریکا و پیش از اون با سیاست و نقشه انگلیس اداره میشد. این کشور، کشور وابسته، تبدیل شد به ایران مستقل، ایران سرفراز. سران فاسد و خائن و پول پرست و غرق در شهوات و لذت‌های مادی و حیوانی بر این کشور حکمرانی می‌کردند. این تبدیل شد به نمایندگان مردم، جای خود رو دادن به زمامدارانی که نمایندگان مردم بودند. در این 30 چند سال بر این کشور کسانی فرمانروایی کردند، قدرت رو در دست گرفتند، سیاست و اقتصاد رو در دست گرفتند که نماینده مردم بودند. با همه ضعف‌ها، با همه قوت‌ها که در اشخاص مختلف وجود داشت، این خصوصیت همه بود
که اینها نماینده های مردم بودن، کسانی بودن که کیسه ای برای خود ندوخته بودند. البته یکی ضعیفتره، یکی قویتره، این خیلی مسئله مهمی است. اون سیاستمداران خبیث وابسته طماع پست فرودست در مقابل دشمنان و خشمگین در مقابل مردم تبدیل شدن به نمایندگان مردم. کشور عقب مونده ما از لحاظ علمی تبدیل شد به یک کشور پیشرفته علمی. ما قبل از انقلاب هیچ افتخار علمی در کشور نداشتیم. امروز دیگران درباره ما میگویند، مراکز سنجش جهانی درباره ایران قضاوت میکنند که رشد پیشرفت علمی او و شتاب پیشرفت علمی 11 برابر متوسط دنیاست. این چیز کمیه؟ مراکز سنجش علمی پیش بینی میکنند که تا چند سال دیگر، تا سال 2017 ایران در رتبه چهارم علمی دنیا قرار میگیره. این چیز کوچکی است؟ اون کشوری که از لحاظ علمی هیچ افتخاری نداشت تبدیل شد به این. کشوری که برای یک جاده که ما میخواستیم به دست بیاریم، یک جاده، یک بزرگراه، یک سد، یک کارخانه، باید دست دراز می‌کردیم به بیگانگان، مهندسان خارجی بیان برای ما سد درست کنن، جاده درست کنن، کارخانه احداث کنن. هزاران کارخانه، صدها سد و پل و راه و بزرگ راه رو امروز جوانان این ملت بدون کمترین اعتنایی به بیگانگان در کشور احداث میکنن، ایجاد میکنن. امروز رشد علمی و فنی کشور و توانایی های سازندگی در کشور به این نقطه از اوج رسیده است. آیا شایسته است که اینها رو ما نبینیم؟ در زمینه بهداشت و درمان برای یک جراحی اندکی پیچیده بیمار ما بایستی میرفت در بیمارستانهای اروپا سرگردان میشد اگر پول داشت، و اگر پول نداشت باید میمرد. امروز در کشور ما پیچیده ترین جراحی های بزرگ، پیوند کبد، پیوند ریه، کارهای مهم در زمینه جراحی و پزشکی انجام میگیرد، نه فقط در تهران، در بسیاری از شهرهای دوردست این توانایی ها امروز وجود دارد. ملت ایران احتیاجی به بیگانگان ندارد. در این زمینه به استقلال و خودکفایی رسیده است، در این زمینه بسیار مهم و حیاتی. کشوری که بسیاری از نقاط این کشور فراموش شده بود. بنده در اون دوران پیش از انقلاب سفر زیاد می‌کردم به شهرستان‌های مختلف، جاهای گوناگون. کمترین نگاهی به مناطق دوردست کشور نمی‌شد. امروز خدمات گوناگون در سرتاسر کشور گسترده است. در شهرهای دوردست، در روستاهای گوناگون امروز معنا ندارد که کسی بگه فلانجا از نیروی برق یا از، فرض کنید که زیر ساخت‌های جاده و امثال اینها محروم مونده است. اینجور چیزی اون روز اگر یک نقطه‌ای برخوردار بود در نقاط دوردست مایه تعجب بود، امروز عکسش مایه تعجب است. اون روز در کشور در جمعیت 30 میلیونی و 35 میلیونی قبل از انقلاب
150,000 دانشجو بود، امروز جمعیت شده است 2 برابر، تعداد دانشجو شده است 20 برابر، بلکه 30 برابر. توجه به علم، کثرت دانشجویان، کثرت اساتید، کثرت دانشگاه در هر شهر دور افتاده ای، یکی 2 تا 5 تا 10 تا گاهی دانشگاه وجود دارد. در استانهای اون روز وجود داشت که تعداد دبیرستانها به عدد انگشتان 2 دست نمی رسید. امروز در همون استانها تو هر شهرش چند دانشگاه، گاهی چندین دانشگاه وجود داره. این حرکت عظیم ملت ایران است به برکت انقلاب، با همت جوانان، با همت مسئولان. در طول این 30 و چند سال اتفاق افتاده است. اینها حوادث مهم نیست، زیربناهای فراوان در این کشور ساخته شد به برکت انقلاب. هزاران کارخانه در این کشور احداث شد، کارخانه های مادر در این کشور به وجود آمد، محصولاتی که با منت بایستی ذره ذره از بیگانگان اونها رو می خریدیم، تهیه می کردیم، امروز به وفور در کشور تولید می شود. اینها رو باید دید. اینها همه به برکت همون سه باوری است که امام در این ملت تزریق کرد و این باورها رو در آنها برانگیخت: باور به خدا، باور به مردم و باور به خود. ما این حرفها رو نمیزنیم برای اینکه غرور کاذب به وجود بیاد، شاد بشیم، خوشحال بشیم که خب الحمدلله به پیروزی رسیدیم، تمام شد. نه، ما هنوز خیلی راه در پیش داریم. من به شما عرض کنم، ما اگر خودمون رو مقایسه کنیم با ایران دوران طاغوت، این برجستگی ها به چشم میاد. اما اگر خودمون رو مقایسه کنیم با ایران اسلامی مطلوب، کشوری که اسلام برای ما خواسته است، جامعه‌ای که اسلام برای ما خواسته است، جامعه‌ای که در آن عزت دنیا هست، رفاه دنیا هست، ایمان و اخلاق و معنویت هم در آن هست، همه به حد وفور، اگر با این مقایسه کنیم راه طولانی در پیش داریم. من عرایض رو می‌کنم برای اینکه جوانان عزیز ما، ملت شجاع ما، بدانند که ادامه این راه را هم با همین سه باور می توانند در پیش بگیرند و پیش برند. بدانید بدانید راه طولانی است، اما شما توانایید، شما قدرت دارید، شما امکان دارید، می توانید این راه طولانی رو تا رسیدن به قله ها با توانایی کامل، با سرعت و شتاب لازم ادامه بدید. این حرف ها برای این است که اگر دشمنان میخواهند در دل ما یأس به وجود بیاورند، بدانید که آنها دشمنی دارند میکنند. همه چیز برای ما نمایشگر امیده. نقشه راه هم در مقابل ماست. ما نقشه راه داریم. نقشه راه ما چیست؟ نقشه راه ما همون اصول امام بزرگوار ماست. اون اصولی که با تکیه بر آن توانست آن ملت عقب افتاده سرفکنده را تبدیل کند به این ملت پیشرو و سرفراز. این اصول
اصولیست که در ادامه راه هم همین به درد ما میخوره و نقشه راه ما رو تشکیل میده. اصول امام اصول روشنیست. خوشبختانه بیانات امام، نوشتجات امام در 20 و چند جلد در اختیار مردمه. خلاصه اونها در وصیت‌نامه جاودانه امام منعکسه، همه میتونن مراجعه کنند. ما مفید نمیدونیم که به اسم امام تمسک کنیم اما اصول امام رو به فراموشی بسپاریم. این غلطه. اسم امام و یاد امام به تنهایی کافی نیست. امام با اصولش، با مبانیش، با نقشه راهش برای ملت ایران یک موجود جاودانه است. نقشه راه در اختیار امام است و او را به ما عرضه کرده است. اصول امام مشخص است. در سیاست داخلی اصول امام عبارت است از تکیه به رأی مردم، تأمین اتحاد و یک پارچگی ملت، مردمی بودن و غیر اشرافی بودن حکمرانان و زمامداران، دلبسته بودن مسئولان به مصالح ملت. اینا اصول امامه. کار و تلاش همگانی برای پیشرفت کشور، این سیاست داخلی امامه. در سیاست خارجی اصول امام عبارت است از ایستادگی در مقابل سیاست‌های مداخله‌گر و سلطه طلب، برادری با ملت‌های مسلمان، ارتباط برابر با همه کشورها به جز کشورهایی که تیغ رو بر روی ملت ایران کشیدند و دشمنی می‌کنند، مبارزه با صهیونیسم، مبارزه برای آزادی کشور فلسطین، کمک به مظلومین عالم و ایستادگی در برابر ظالمان. این اصول امام در سیاست خارجی است. این وصیت‌نامه امام جلوی چشم ماست. نوشته های امام، فرمایشات امام در کتاب هایی که متن کلمات اون بزرگوار رو درج کردن موجوده. اینا اصول سیاست خارجی امام این هاست. در عرصه فرهنگ اصول امام عبارت است از نفی فرهنگ اباهه‌گری غربی، نفی جمود و تهجر و نفی ریاکاری در تمسک به دین، دفاع قاطع از اخلاق و احکام اسلام. اینا اصول امام در زمینه فرهنگ. مبارزه با ترویج فحشا و فساد در جامعه، این اصول امام در زمینه مسائل فرهنگی است. در اقتصاد اصول امام تکیه به اقتصاد ملی است، تکیه به خودکفایی است، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع است، دفاع از طبقات محروم، مقابله با فرهنگ سرمایه‌داری و احترام به مالکیت. اینا در کنار هم. فرهنگ ظالمانه سرمایه‌داری رو امام رد می‌کند، اما احترام به مالکیت، احترام به سرمایه، احترام به کار را امام مورد تأکید قرار می‌دهد. هضم نشدن در اقتصاد جهانی، استقلال در اقتصاد ملی، اینا اصول امام در زمینه اقتصاد. اینا چیزایی است که در فرمایشات امام واضح است. امام توقعش از مسئولین کشور همیشه این بود که با اقتدار، با مدیریت، با اداره عاقلانه و مدبرانه بتوانند این اصول رو اجرایی کنند و پیش ببرند. این نقشه راه امام بزرگواره. ملت ایران با همتش، با جوانانش، با این نقشه راه، با ایمانی که در دل ملت ایران راسخ است، با یاد امامش میتواند فاصله کنونی را
با اون وضع مطلوب پر کنه. ملت ایران میتوانه پیش بره، میتواند ملت ایران با این توانایی هایی که دارد، با این استعداد هایی که دارد، با این انسان های برجسته ای که به حمد الله در میان کشور حضور دارند، میتوانه راه طی شده ای را که تجربه 30 چند ساله انقلاب است با قدرت بیشتر، با همت جازمتر، میتوانه این راه را ادامه بده و انشاءالله به صورت الگوی حقیقی و واقعی برای ملت‌های مسلمان در بیاد. و اما درباره انتخابات که مسئله حساس و زنده این روزهای ماست، مسئله انتخابات، برادران و خواهران عزیزم، ملت عزیز ایران، انتخابات مظهر هر سه باوری است که در امام وجود داشت و باید در ما وجود داشته باشه. مظهر خدا باوری است، چون تکلیفه، وظیفه ماست، تکلیف ماست که در سرنوشت کشور دخالت کنیم. تک تک آحاد ملت این تکلیف رو دارن. مظهر مردم باوری است، چون انتخابات مظهر اراده آحاد مردم است. مردمند که مسئولان کشور را به این وسیله انتخاب میکنن، پس مظهر مردم باوری است. و مظهر خود باوری است، چون هر کسی که رأی در صندوق میاندازد احساس میکند که به سهم خود در سرنوشت کشور دخالت کرده است، به سهم خود تعیین کرده است. این خیلی چیز مهمی است. هم مظهر خدا باوری است، هم مظهر مردم باوری است، هم مظهر خود باوری است. این انتخاباته. اصل مطلب در مسئله انتخابات ایجاد حماسه سیاسی است، حضور حماسی مردم در پای صندوق هاست. حماسه یعنی چه؟ حماسه یعنی اون کار افتخار آفرینی که با شور و هیجان انجام میگیره. این معنای حماسه است. هر رأیی که شما به یکی از این نامزدهای محترم، به این 8 نفر آقایان محترمی که در صحنه هستند، به هر کدام از اینها شما رأی بدید، رأی به جمهوری اسلامی دادید. رأی به هر نامزدی، رأی به جمهوری اسلامی است. رأی اعتماد به نظام و سازوکار انتخاباته. اینی که شما وارد عرصه انتخابات میشید، در واقع دارید چه اون کسی که نامزد ریاست جمهوری است، چه اون کسی که انتخاب میکند مثل من و شما، نفس ورود در این میدان به معنای اعتماد به جمهوری اسلامی و اعتماد به سازوکار انتخاباته. در درجه دوم هم رأی به یک کسی است که یا شما یا اون برادر دیگر، اون خواهر دیگر، یا بنده حقیر تشخیص دادیم که برای آینده کشور مفیدتر از دیگرانه. دشمنان ما در خارج در فکر اینند، بیچاره ها، که از این انتخابات تهدیدی درست کنند علیه نظام اسلامی.
در حالی که انتخابات فرصت بزرگ نظام اسلامی است. آنها امید دارند که انتخابات یا سرد باشد تا بتوانند بگن مردم به نظام اسلامی علاقه ای ندارند، یا دنبال انتخابات فتنه به وجود بیاورند، کما اینکه در سال 88 به دنبال اون انتخابات پرشور فتنه درست کردند. دشمنان این ملت دنبال این چیزان، اما آنها اشتباه میکنند. مردم ما رو نشناختن. دشمنان این ملت روز نهم دی را فراموش کردند. اون کسانی که فکر میکنند در این کشور یک اکثریتی خاموش و مخالف با نظام جمهوری اسلامی هستند، یادشون رفته است که 34 سال است که هر سال در 22 بهمن در همه شهرهای این کشور جمعیت‌های عظیم به دفاع از نظام جمهوری اسلامی بیرون میان و مرگ بر آمریکا میگن. برای اینکه فضای انتخابات رو سرد کنند، هیئت‌های فکریشون پشت سر رسانه‌ها و سخنگویان سیاسی می‌نشینند، مرتب حرف درست می‌کنند، تحویل رسانه‌ها می‌دن. یه روز میگن انتخابات مهندسی شده است، یه روز میگن انتخابات آزاد نیست، یه روز میگن انتخابات از نظر مردم مشروع نیست. نه مردم ما رو میشناسن، نه انتخابات ما رو میشناسن، نه نظام جمهوری اسلامی رو میشناسن. اونجایی هم که میشناسند بی انصافی میکنند و عبایی هم ندارن از این بی انصافی. در کجای دنیا هر کس سراغ داره بیاد بگه؟ در کجای دنیا به نامزدهای گوناگون، از اون چهره‌های معروف تا چهره‌های گمنام، اجازه داده می‌شود که به طور مساوی از رسانه‌های ملی و دولتی کشور استفاده کنند؟ کجای دنیا چنین چیزی هست؟ در آمریکا هست؟ در کشورهای سرمایه‌داری هست؟ در کشورهای سرمایه‌داری اگر چنانچه عضو این دو حزب یا سه حزب بودند و پشتیبانی سرمایه‌دارها و کارخانه‌دارها و پولدارها و مافیاهای ثروت و قدرت رو با خودشون داشتند، میتوانند تبلیغات کنند. نداشتند، تبلیغات اصلا نمیتوانند بکنند. هر کسی که انتخابات آمریکا رو دنبال کرده باشد، بنده دنبال کردم، این رو تصدیق میکنه. افرادی بودن که مورد حمایت صهیونیستا نبودن، مورد حمایت شبکه سرمایه‌داری خونخوار بین المللی نبودن، هر کاری کردن نتوانستن وارد میدان انتخابات بشن. نه رسانه‌ای در اختیار اونها، نه تلویزیونی در اختیار اونها، برای هر ثانیه باید چقدرها خرج کنن. در کشور ما نامزدهای نمایندگی به طور مساوی و برابر بدون خرج کردن یک ریال می نشینن اونجا ساعتهای متمادی با برنامه‌های گوناگون به طور مساوی با مردم حرف می زنن. کجا چنین چیزی در دنیا وجود دارد؟
برای وارد شدن در عرصه انتخابات تنها چیزی که حاکم است قانون است. بر طبق قانون یه عده‌ای میتوانند بیان، یه عده‌ای نمیتوانند بیان. قانون معین کرده شرایط چیست، صلاحیت ها چیست، کسانی که تشخیص صلاحیت میدن کیان، اینا همش بر طبق قانون دارد انجام میگیرد. اون دشمن بیرونی مینشینه بر همه این واقعیت ها چشم میبنده، حرفی میزنه. متاسفانه همونطور که بار دیگری هم گفتم، حنجره های بی تقوا، زبان های بی تقوا همونها رو تکرار میکنند. اما ملت ایران به توفیق الهی با حضور خود، با ایستادگی و عزم راسخ خود به همه این ترفندها پاسخ خواهد گفت و پاسخ ملت ایران پاسخ کوبنده و قاطعی خواهد بود. یه جمله هم خطاب به نامزدهای محترم عرض بکنیم. نامزدهای محترم در این برنامه‌های عمومی خب زبان به نقد و انتقاد باز می‌کنن، حق اونهاست. می‌توانن از هر چیزی که مورد انتقاد اونهاست انتقاد کنن، منتها توجه کنن که انتقاد به معنی عزم و نیت برای پیمودن آینده پرتلاش و افتخار آمیز باید باشد، نه به معنای سیاه نمایی و منفی بافی و بی‌انصافی. اینو بهش توجه کنه. من به هیچ کس نظر ندارم. از همین ساعت رسانه‌های بیگانه با غیظ و غرض‌ورزی خواهند و فلانی نظر به زید یا به عمرو یا به بکر یا به خالد داشت، خلاف واقعه. من به هیچ کس نظر ندارم. من حقایق رو عرض میکنم، نصیحت میکنم به برادرانی که میخواهند اطمینان این مردم رو به سمت خودشون جلب کنند. نصیحت میکنم منصفانه حرف بزنن، انتقاد کنن، لیکن انتقاد به معنای سیاه نمایی نباشد، به معنای انکار کارهای بسیار برجسته‌ای که چه در این دولت چه در دولت‌های قبلی انجام گرفته است و کسانی مثل خود آنها آمدن سر کار و تلاش کردن شب و روز و اون کارها را انجام دادن. اینها را انکار نکنن. انتقاد به معنای انکار جهات مثبت نیست. انتقاد این است که انسان کار مثبت را بگوید، نقص و ضعف را هم بگوید. هیچ کس امروز در کشور ما اگر سر کار بیاد احتیاج ندارد از صفر شروع کند. هزاران کار برجسته انجام گرفته است. در سالهای طولانی در دوره مسئولیت‌های مختلف دولت‌ها هزاران زیر ساخت اساسی برای این کشور به وجود آمده است. علم پیشرفت کرده است، صنعت پیشرفت کرده است، کارهای زیربنایی پیشرفت کرده است، برنامه‌های بسیار مهم در زمینه‌های مختلف برنامه‌ریزی شده است و اجرا شده است. اینا رو نباید از دست بدن. هر کاری می‌کنن از اینجا به بعد باید باشد. اینا رو نمیشه این همه کار رو فقط به بهانه اینکه امروز مشکلات اقتصادی داریم، گرانی و تورم داریم، همه این کارها رو انکار کنیم، این که درست نیست. بله مشکلات اقتصادی هست، تورم هست، انشاءالله اون کسی که بعداً خواهد آمد بتواند حلال این مشکلات باشد، این گره ها رو هم باز کنه. این که آرزوی ملت ایرانه، اما این معناش این نباشد که اگر ما یک راه حلی برای مشکلات در نظر خودمون داریم، همه اون چرا که امروز انجام گرفته از وجود دارد اینا رو ما انکار کنیم. بعد هم وعده های نشدنی ندن. من به نامزدهای
گوناگون عرض میکنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما رو جلو خودتون گذاشتن یا پخش کردن شرمنده نشید. جوری وعده بدید که اگر چنانچه اون وعده رو بعداً به رخ شما کشیدن مجبور نباشید تقصیر گردن این و اون بندازید که نگذاشتن نشد کاری رو که می توانید انجام بدید. رئیس جمهور در کشور ما و طبق قانون اساسی ما امکانات فوق العاده زیادی در اختیار دارد. رئیس جمهور امکاناتش در قانون اساسی امکانات وسیعی است. رئیس جمهور بودجه کشور را در اختیار دارد، ارکانهای همه ارکان اجرایی کشور را در اختیار دارد، ترتیب اجرای قوانین را در اختیار دارد، توانایی استفاده از همه افراد صاحب نظر را در سراسر کشور در اختیار دارد. رئیس جمهور دستش بازه در همه مسائل گوناگون. تنها محدودیتی که برای رئیس جمهور در کشور ما وجود دارد محدودیت قانون است. قانون فقط محدودیت به او میدهد که اینم محدودیت نیست. قانون هدایت کننده است، محدود کننده نیست، هدایت کننده است. قانون راه رو نشان میده که چجوری حرکت کنیم. اون کسانی که امروز با مردم حرف میزنند اون چرا که توانایی اون رو دارند و مردم به اون احتیاج دارن اونو در میان خودشون و مردم در میان بگذارن، قول بدن با عقل و درایت عمل خواهند کرد. اگر برنامه ای در هر موردی از مسائل دارن اون برنامه رو برای مردم ارائه کنند، قول بدهند که با پشتکار و ثبات قدم در این میدان پیش خواهند رفت، قول بدن که از همه ظرفیت‌های قانون اساسی برای اجرای وظیفه بزرگ خودشان استفاده خواهند کرد، قول بدن به مدیریت اوضاع کشور خواهند پرداخت، قول بدن به مسئله اقتصاد که امروز میدان چالش تحمیلی بر ملت ایران از سوی بیگانگان است به خوبی خواهند پرداخت، به حاشیه سازی نخواهند پرداخت. قول بدن، قول بدن حاشیه سازی نمی کنند، قول بدن دست کسان و اطرافیان خود رو باز نخواهند گذاشت، قول بدن به منافع بیگانگان به بهانه‌های گوناگون بیش از منافع ملت ایران اهمیت نخواهند داد. بعضی ممکنه به بعضی با این تحلیل غلط که به دشمنان امتیاز بدیم تا عصبانیت اونها رو نسبت به خودمون کم کنیم عملا منافع اونها رو بر منافع ملت ترجیح میدن. این اشتباهه. عصبانیت اونها ناشی از این است که شما هستید، ناشی از این است که جمهوری اسلامی هست، ناشی از این است که امام در اذهان مردم و در برنامه‌های این کشور زنده است، ناشی از این است که روز 14 خرداد روز رحلت امام مردم در سرتاسر کشور به جوش و خروش میان. عصبانیت اونها مربوط به این چیزهاست. عصبانیت دشمن را باید با اقتدار ملی علاج و جبران کرد. اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند. به هر حال اون چه که مهم است
عزم و اراده، باور به خدا، باور به مردم و باور به خود، هم برای نامزدهای انتخابات، هم برای آحاد مردم. 10 روز دیگر برادران من، عزیزان من، عرصه یک امتحان بزرگی است و امیدواریم حماسه پربرکت و دارای نتایج درخشانی برای این ملت در این امتحان بزرگ ان شاء الله از سوی پروردگار رقم بخورد. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.